در رابطه با کارزار مقاومت ایران علیه سفر آخوند رئیسی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، هر روز شاهد گسترش این کارزار هستیم. در این بخش از برنامه آقای باب بلکمن، نماینده مجلس عوام انگلستان، جانشین رئیس کمیته بین المللی پارلمانترها برای یک ایران دموکراتیک، میهمان ما هستند. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای بلکمن و خیلی متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. بله، متاسفانه ارتباط ما قطع شد با آقای بلکمن. امیدواریم که این ارتباط وصل بشه. تا لحظاتی دیگه برنامه رو ادامه میدید. بله، خوشبختانه ارتباط ما با آقای بلکمن وصل شد. یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای بلکمن و متشکریم از این که در برنامه ما حضور پیدا کردید. خیلی متشکریم آقای بلکمن. لطفا نظرتون رو در مورد اهمیت شکایت علیه رئیسی، رئیس جمهور رژیم آخوندی در نیویورک برای بینندگان ما توضیح بدید. در ایران ثبت شده است که شورای ملی مقاومت ایران که اون مرکز که مسئول یکی از مسئولین قتل عام سال 1967 بود، 30,000 نفر جونشون از دست دادن که یک تلاش آگاهانه برای نابود کردن اپوزیسیون بود. این یک جنایت علیه بشریت است و باید در این زمینه مسئول در برابر مسئولیتش قرار بگیره برای جرمی که انجام داده. واقعیت اینه که این اقدام اهمیت این موضوع رو نشون میده که باید جلوگیری بشه از اینکه کسانی میخوان که جنایات خودشون رو در واقع پاک کنن. در زمانی که مردم ایران در سراسر ایران در حال تظاهرات و اعتراض هستند تا اینکه رژیم رو عوض کنن و یک دموکراسی به جای اون در ایران برپا کنن، این یک فاجعه خواهد بود که بتونه به چنین آدمی بتونه به سازمان ملل سفر کنه و اونجا سخنرانی کنه. بله، متشکرم از توضیحاتتون. آقای بلکمن، چه اقداماتی میشه انجام داد که چهره های مثل آخوند رئیسی که دستشون در خون هزاران انسان بیگناه هست امکان حضور در مجامع بین المللی رو پیدا نکنند و مجامع بین المللی رو در واقع با حضور خودشون آلوده نکنند؟ چه کارهایی میشه کرد؟ Well, obviously, as the current head of state, he's protected in many respects. ظاهراً در شرایط حالی، شرایطی که اون حفاظت شده است و اون باید در اساس به خاطر جنایمی که انجام داده در برابر عدالت قرار بگیره و نباید بذارن که اون دست از ملل شرکت کنه. واقعیت اینه که ما یک واقعیت دیگه که این بود که اینا تلاش کردن که خانم مریم رجوی و سایر اپوزیسیون رو به قتل برسونن و طرح اونا آشکار شد و این تلاش ها هنوز ادامه داره. رژیم آخوندها عزم جذب کرده که قدرتش رو توسط خشونت و در واقع نابودسازی اپوزیسیونش حفظ کنه. این خلاف دموکراسیه و سازمان ملل و آمریکا خانه دموکراسی هستن، همچنین انگلستان. پس ما باید فراخوان بدیم به این افراد و همچنین باید نگرانی خودمون رو و شایعاتی هست که جایگزینی معامله هسته‌ای یا گفتگوی هسته‌ای یک قرار هفته بعد امضا بشه و این به ایران یک در واقع یک جایزه هستش به رژیم آخوندها برای رفتار بدشون که به این معنی که اونها خودشون رو
از ابتدا خلاف و مخالف این معامله بودیم. واضح است که این رژیم داره به تلاش‌های هسته‌ایش ادامه میده تا اینکه به نقطه‌ای برسه که بتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما باید مطمئن باشیم که چنین اتفاقی نیفته، به خاطر اینکه سلاح هسته‌ای در دست این رژیم یک فاجعه خواهد بود برای تمامی جهان و تمامی جهان رو به گروگان میگیره، به خصوص در خاورمیانه، و هیچ کس دیگه در امن و امان نخواهد بود اگر که این رژیم بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همچنین چالش های دیگه ای هم وجود داره که اونها موشک های بالستیک دارن که میتونه برد زیادی رو هدف قرار بده. پس اونها کشورهایی رو بسیار دور دست مورد تهدید قرار میدن، همچنین در خود منطقه. پس این هم ایران رو یک باعث خطرناک بودن ایران میشه. این رژیم مسئول بسیاری از ترور در سراسر جهان هست و به خصوص در خاورمیانه. اونها گروه هایی هستند که توسط رژیم ایران حمایت میشن و جنایت انجام میدن و ترور ایجاد میکنن. ما باید این افراد رو مورد حسابرسی قرار بدیم و مطمئن بشیم که نتونن به این اقداماتشون ادامه بدن. همچنین یک نگرانی دیگه این است که در سازمان ملل در آمریکا بخشید که ممکن است که سپاه پاسداران را از لیست تروریستی خارج کنند، که این هم باز یک نشانه دیگه هست به این رژیم که در سراسر دنیا تروریسم را حمایت میکنه و این هم نباید اتفاق بیفته. در انگلستان هم ما هم به دولت خودمون فراخوان میدیم من امیدوارم که آمریکا در کنار انگلیس قرار بگیره، به این معنی که به این دو دولت، به رژیم ایران بای ندن و باج ندن چیزی به خاطر این رفتار بسیار خشونت‌آمیز و تروریستیش. بله، خیلی خیلی متشکریم از شما آقای بلکمن به خاطر همه تلاش هاتون در حمایت از مقاومت مردم ایران و مردم ایران و حرکتی که دارن به سمت دموکراسی، و متشکریم که دعوت ما رو پذیرفتید. بسیار متشکرم. امیدوارم که خانم رجوی هرچه زودتر رئیس جمهور ایران بشوند و جهان آزاد بتونن بیان به ایران و مردم ایران رو در آزادی ببینن، در حالی که دموکراسی دارن و در کنترل کشور خودشون هستن. درود بر شما و متشکرم از این امید زیبا و به امید همون روز. خدا نگهدار شما.